اسپانسر کلینیک پوست مو لیزر و لاغری ایرانیان. موضوع ایشا ازدواج سیزن یک. نمه شما گفتین ازدواج. ازدواج میگم شوخیه که تو یه دنه ایشا سرتاشو هم بیارم. نخیر بس چی. و اما ازدواج، ازدواج خیلی یک چیز خوبی است و اسمش هم باعث می شود آدامن ایچه گیچه ها؟ توی آدم رد شه. ها؟ بابا گند تو دل آدم آب بشه. مثلا ازدواج من مبینا در آینده. خب به هر حال با این که دوست شدن با حال است، ولی ازدواج بهترتر است و دیگر نیاز نیست که آدم یباشکی در شافکاب قرار بگذارد و ساعتها درباره فلسفه هوگل و اسپرکسمنیسم حرف بزند و مخ بزند، یا مثل داداش غلام من هی زور بزند که خانه خالی بشود. چرا؟ نمیدونم آقا، یه بار تو سک سرمای دیماه زیر برف و بارون گیر داده بود به مامان بابام، میگفت الان شمال هواش خیلی خوبه، پاشیم بریم شمال. چند روز بعد فهمیدیم به قربه محلمون یاد داده عربی برقصه، بعد میخواد دوست دخترش بیاره خونه، اونو بهش نشون بده. تهشم گفت عجب برام زن میگرفتین، من اینقدر تو فشار نبودم. بخون. خب و البته که به این راحتی که گفتن نیست و ازدواج خیلی سخت شده و من در انشای خود با آن سختی ها کار ندارم و میخواهم امروز فقط از مقدمات این سنت زیبا بگویم. برکلنا در من یادم است که یک روز در فامیل ما گوگایی شد و ما فهمیدیم که یک نفر دخترم و لیلان مرا با دوست پسرش دیده و وا مصیبتا که حیثیت خانوادی ما در خطر بود و گفتند که زودتر آن پسر باید به خواستگاری بیاید و جنه مردم چی میگن، ما آبرو داریم. و سپس همه پشم سفیدان فامیل و بزرگترها را راضی کردند که برای خواستگاری جمع بشوند. آن شب طایفه دختر و پسر جمعاً دو مینیبوس آدم بودند. حتی منم بودم آقا. و لشکر خانواده پسر به مسافه لشکر خانواده دختر آمدند و همه داشتند حرف می زدند جز دختر پسر. آخه؟ بی جون خودم آقا، یه چی تو مایه های مذاکرات هسته اینا بود دیگه. هر طرف آمده بودند که امتیازات خود را بگیرند. در نیم ساعت اول دو طایفه درباره آب و هوا، وضعیت خاور میانه، آخرین قیمت دلار و اینکه زمان بد زمانه ای شده و جوانها کارهای بد بد می کنند و اینها زر زدند. ببخشید آقا، خب خیلی حرف زدم، حوصله‌ام سر رفت دیگه. تا اینکه ناگهان یک نفر فریاد زد و گفت برویم سر اصل مطلب و خانواده پسر گفتند که پسر ما غلام شماست و خانواده دختر گفتند که دختر ما هم کنیز شماست. خلاصه در حد نوکر و کلفت آوردن پایین هم دیگر رو. و سپس اصل مطلب تعریف کردن از دخترم و لیلان من شد. آقا اجازه مامانش تابلوهای قل لاله و مرغ در گلزار اینا رو نشون میداد رو دیوارا، بعد میگفت لیلان ما هنرمنده، اینا رو لیلان کشیده. دروغ میگفت آقا، کلا یه ماه این لیلان رفتی کلاس نقاشی 4 تا جزخ کشیده. ها؟ جزخ. ها؟ جز جز. هن؟ خط خطی دیگه آقا، پرت و چرت. بعد هم چند تا رومیزی که لیلان بافته بود را نشان دادند و خانواده پسر هم کارت پایان خدمت او و مدرک فنی حرفه‌ای تعمیرات لولوک ساختمان را نشان دادند. و سپس قضیه خیلی جدی شد. یک نفر داد زد و گفت کی داده کی گرفته؟ منظورش مهریه بود آقا. زنموی من هم گفت که ما رسممان است که زیر 1000 تا سکه قبول نمی کنیم. و پسره هم زود گفت قبوله قبوله. و البته که جلوی جمع پس گردنی هم از پدرش خورد و پدرش گفت اولان تو چی داری که 1000 تا سکه بدی؟ و عمو جواد هم گفت کلن پسر شما چی داره؟ و آنجا بود که ما فهمیدیم که داماد احتمالی آینده از خودش هیچ چی ندارد جز چیز. چی؟ چیز آقا. هن؟ چیز دیگه، اون احساس ازدواج. نمه؟ آقا یه اتفاقاتی توش افتاده بوده، بعد احساس ازدواج بهش دست داده بود، داغ کرده، زن میخواسته. بعد آقا اون لحظه چون اختلالات هورمونی داشت گفت من حاضرم 1000 تا سکه مهریه قبول کنم. بابا به من چه؟ تازشم گفت اگر این دختره رو برای من نگیرین من اون رو قاچرت باخش میکنم. ها؟ یعنی میدوانم. ها؟ بابا یعنی فراریش میدم. بعد همه کوتاه آمدن و بعد هم گفتند که شیربهای لیلان اینقدر تومان میشود. آقا اجازه، من این قسمتشو نفهمدم، کی به کی شیر داده؟ اگم به دختره شیر دادن، خب مگم به پسره ندادن؟ آقا به جون خودم به ما پسرام تو بچگی شیر میدن. نمیدن ما بزرگ شیم. اگم دختره قرار بعدنا شیر بده، خب پس چرا پولشو جلو جلو میگیره؟
بعدشم پول نمیخواد که بالاخره بچه‌ت میخواد شیر بده دیگه، نده از گشنگی میمیره. حالا تکلیف اونی که شیر قاف خورده چیه؟ پولشو به قاوه میرن میدن یا مثلا شیر خوشگیاد چیکار میکنه؟ خیلی خوب. خب آقا، و بعد هم رفتن سراغ قرار عقد و تاریخ عروسی که باید در تالار عروسی رویایی باشد. حتما باید با موز و شیرینی و پرتقالان زادان پذیرایی بشود و شام ما باید سرویس باشد. دی جی و رقص نور هم باید داشته باشیم، ما رسممونه. بعد هم زنمویم گفت که ما 500 نفر مهمان داریم و شما هم که فکر نمی کنم بیشتر از 50 نفر بشوید. و در این لحظه داشت دعوا می شد که باز هم یک نفر داد زد مبارکه مبارکه و خواستگاری تمام شد. ادامه بده. ادامه نمیدم آقا، ادامه این داستان در قسمت های بعد. نتیجه، ما از انشای امروز هیچ نتیجه ای نگرفتیم. آمار برده بودن اونجا، یه موز خوردیم، یه پرتقال، یه دنم موزم کردیم تو جیبمون، اومدیم خونه دیدیم له شده، تیر شده تو شلوارمون، پس گردنش هم خوردیم. نتیجه ازدواج اونا هم تو قسمت های بعدی میگم. تمام.